سلام به همه شما دوستان عزیز، ابوذر اسداللهی هستم در خدمت شما با یه ویدیو دیگه از آیتم کی با استعداد کی نه. تو این ویدیو میخوایم 4 تا از خواننده های پاپ کشورمون رو با هم بررسی کنیم، ببینیم کدوم با استعداد و کدوم بی استعداد. اگه همچین محتوایی دوست دارین کانال رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید و بگید که دوست دارید تو ویدیو بعدی کدوم یک از خواننده هایی رو که تا الان بررسی نکردیم و بررسی کنیم. بریم سراغ این ویدیو. خب دوستان عزیز، اولین خواننده‌ای که اینجا میخوام بررسی کنم آقای علی رضا تلیسچی هستش. قرار نبود چشمای من خیس بشه، قرار نبود هرچی قرار نیست بشه، قرار نبود دیدن سال زوشه. خواننده‌ای با صدای گرم، ملودی‌هاش رو دوست دارم. اینجا هم زنده خانیش رو داریم با همدیگه میبینیم. یه خواننده ای نیست که صداش اوج بسیار بالا و پایین، مثلا دامنه صداش خیلی بالا و پایین باشه، ولی نکته ای که هست میدونه کجا بخونه، میدونه چه ملودی هایی به درد صداش میخوره، میاد دقیقا همونا رو اجرا میکنه و دوست داشتنی هستش. بریم ادامهش هم ببینیم. اینجا یه خورده فالس شد ولی اوکی هستش. به نظر من این خواننده باید بره توی لیست با استعداد ها، پس ایشون رو داخل لیستمون اینجا یادداشت میکنیم که جزء با استعداد های ما هستش. خواننده بعدی که میخوام بررسی کنم آقای ساسی عزیز از دوستان به نام همه. خب میره تو لیست بی استعداد ها. من یادداشت کنم بی استعداد، فکر نکنم توضیح بیشتری نیاز باشه، یا به نظرتون هست؟ اصلا توضیح نمیخواد. آقای ساسی مانکند 100% جز بی استعداد های ماست، ولی یه نکته رو بگم که ایشون تو زمین های دیگه استعداد داره، یعنی میدونه که چه آهنگی و چه مدلی بخونه، از چه فاکتورها و چه المانهایی استفاده کنه که آهنگش هیت بشه، ولی دلیل بر این نیست که خواننده با استعدادی باشه، نه توی رپ و نه توی پاپ. خواننده بعدی محسن ابراهیم زاده. داره زنده اجرا میکنه، یه رگهایی از فالشی و همینجا میتونیم بشنویم، ولی خواننده قدرتمندیه. ببین حداقل صداش یه اوجی داره. اگه قرار بود به قر هم امتیاز بدن، من قطعا به این قری که اینجا الان داد یه امتیاز میده. این قرش خودش کلی استعداد داخلش بود، من نمیتونم همچین قر بدم، ولی عالی. آقای محسن ابراهیم زاده آهنگای خوبی میخونه، ملودی خوبی اجرا میکنه، صدای خودش رو میشناسه، میدونه باید کجا چی رو اجرا کنه. خواننده خوبیه، به نظرم خواننده خوبیه، خوب اجرا میکنه، اجراش دوست داشتنیه. شاید من خیلی مخاطبش نباشم، ولی نباید وجدانمون رو زیر پا بذاریم.
خیلی ما آهنگاش و شعراش و مثلا دونه 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 مثلا اینو که خیلی هیت شد و اصلا دوستش نداشتم، ولی خب انصاف رو نباید زیر پا گذاشت، ایشون خواننده با استعدادیه، پس میره توی لیست با استعدادهای من. خب خواننده بعدی که میخوایم با هم بررسی کنیم خانم ساتین. یه بار دیگه ببین بچه ها، اونجایی که داره میگه همه با هم، اونجا بیشتر داره صداشو نشون میده. خواننده که حرف بزنه ادا در بیاره رو من به هیچ عنوان نمیتونم جزه لیست با استعدادهام بیارم. با کمال احترامی که واسه طرفدارهای این خانم من دارم، از نظر من استعدادی واسه خوانندگی نداره. اصلا شما وقتی محسی و گوش میدی داره میخونه، اینا اکثرا میان حرف میزنن، من نمیفهمم چرا کسی که حرف میزنه به الان صدای من این شکلیه. خب صدایی که میخوام اجرا کنم، مثلا صدامو اینجا ببندم، این صدای حرف زدن همه، صدایی که میخوام بخونم. یارم به یک لاپی روهن، صدام آماده نیست، خوابید زیر نسرن. خب صدایی که من دارم باش حرف میزنم با صدایی که دارم میخونم و اجرا میکنم تفاوت دارین. من نمیفهمم چرا خواننده هامون میان حرف میزنن و فکر میکنن کسی که حرف میزنه جز خواننده حساب میشه. متاسفانه تو نسل های جدیدی که اومده از خانم ها، من خیلی کسایی که خواننده شدن ها تو یوتیوب، تو اینستاگرام، من خیلی خواننده های با استعداد خانمی دیدم، ولی از اینایی که خواننده هستن و الان دارن کار میکنن به هیچ عنوان من نمیتونم اینا رو جز خواننده حساب کنم. استعداد خوانندگی تو ایران داریم، ما خیلی داریم. من تو این اینستاگرام خیلی ها رو دیدم که واقعا با استعدادن، خانم هستن با استعداد هستن، ولی ایشون قطعا جز این استعدادها نیست و بسیار بسیار بی استعداده. فالش هم که میخونه، خارجم که میخونه. فقط اون جایی که گفت همه با هم، اونجا رو یه لحظه خوند، تنها نقطه‌ای که خوند واسه من همون یه لحظه بود. متاسفانه تو نسل جدید من خواننده زن با استعداد، کسایی که خواننده هستن دارن کنسرت میدن، خیلی به ندرت دیدم. خیلی مخلصم. اگه همچین محتوایی دوست دارین کانال رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید و بگید تو ویدیو بعدی چه خواننده‌ای رو بررسی کنم. خیلی مخلصم. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.